ممکنه شما بگی که خب حالا من اگر خواستم تمام این انیمیت هایی که روی این کلیپ انجام شده رو به این دوتای دیگه نسبت بدم چی؟ دقیقا اونا هم همین کار رو انجام بدن. خب دوباره همین کار رو تکرار بکنم طبیعتا. اما یه چیزی اضافه شد به فاینال کات توی چند ورژن قبل که خب خیلی راحت کرد کار رو. شما کلیپی که انیمیت داره و تمام فیلترهای مورد نظرتون رو داره و همه چی توش اتفاق افتاده رو انتخاب میکنید. به طور مثال اینجا من این کلیپ رو انتخاب میکنم، کپی میکنید، میایید روی اون یکی کلیپ هایی که میخواید این اتفاقات انجام بشه، پیست اتریبیوت رو میزنید. حالا پیست اتریبیوت به شما میگه که میخواید چه خصوصیتی از این رو پیست بکنید روی اینها. من اینجا میگم افکت که کالرایزمون باشه رو این کار انجام بده باش. شما هر افکتی داشته باشید رو میتونید این کار رو باشه انجام بدید. انیمیت هاش رو هم پیست میکنه. ترانسفورم رو هم همینطور. من میگم ترانسفورم رو هم کپی کن روی اونها. دیستورت رو همینطور. کامپوزیتینگ هم همینطور. این خصوصیاتی که شما دیدی اونجا تغییر دادی. در این حال شما میتونید بگید استرچ تو فیت. اگر تایم دوتا کلیپ با هم خیلی تفاوت بکنه، مثلا فرض کنید شما یک کلیپ دارید که 3 ثانیه است و 2 ثانیه و نیم انیمیت شده، یک کلیپ دارید که 2 ثانیه است، خب اون موقع نرم‌افزار چیکار بکنه؟ اون موقع شما میتونید بگید استرچ تو فیت و به میزان تفاوت زمان دوتا کلیپ میاد این کی فریم ها رو پیست میکنه. حالا من اینجا چون این مشکل رو ندارم میام میگم مینتین تایمینگ، یعنی دقیقا بر اساس همون تایم این انجام بده. پیست رو میزنم و الان شما اگه ببینید دقیقا این دوتا کلیپ هم همین اتفاق واسه شون میفته. اما یه نکته خیلی جالب اینجا هست که حتما باید با هم ببینیم. چون پوزیشن این کلیپ وسط الان دقیقا با اون یکیه، طبیعتا جای میان قرار میگیرن که این کلیپ اولی بودش. یعنی چون پوزیشن اینا، چون پوزیشن این کلیپ دقیقا اونجا بود، خب الان دقیقا اینا هم همونجا قرار میگیرن، دقیقا تو همون پوزیشن خواهند بود. برای اینکه این مشکل وجود نیاد شما میتونید بیاید فقط همون یه دونه پوزیشن رو مثلا توی این کلیپ توی این قرمز انیمیت جدا براش انجام بدید. نمیام اینجا میگم مقصد ما به جای اینکه اینجا باشه، حالا یارش اینجا یه خورده هم پایین تر، حالا ممکنه بگم اسکیلش هم یه ذره حالا کوچیک تر بکنم به نسبت هم واسه یه ذره پایین تر و فکر کنم این کارش انجام شده باشه. به همین سادگی قاعدتا این کپی شد. برای این اگر شما خواستید میتونید بیاید کی فریم اولش رو هم جابجا کنید، بگید مثلا تو کلید اول از اینجا شروع کنم، حالا این یکی و دومی این کارم میتونید انجام بدید. ببینید چه اتفاق میفته. خب خیلی بهتر شد کارم با این تموم شدش. من سراغ دومی حالا اینجا دوباره میتونم باز بکنم کی فریم هم رو، نمبر کی فریم اول، ببخشید کی فریم آخر، بیارمش سر جایی که باید باشه، اسکیلش رو یه ذره کوچیک‌تر بکنم و حالا اون یکی هم مشکل کی فریم انتهایش حل شد. کی فریم ابتدایش هم باز من میتونم بیان بگم از اینجا شروع کن و حالا این اتفاق به این شکل میفته. تنها چیزی که ممکن الان شما بگید خیلی اذیت میکنه و زایه است این، حتی کلن خب طبیعتا کار خیلی خفن موشن گرافیکی نیست، ولی اوپاسیتیش رو ممکنه یه مقداری
اینجا مشکل داشته باشه که من میام اینجا میگم اپاسیتیشون رو یه ذره دیرتر شروع کن که اینا دیرتر دیده بشن و زودتر در واقع ناپدید بشن. خب الانم که ما دقیقا زمان بندیمون با هم یکی هست، بخاطر همین دوتا خیلی ناجورن، دقیقا با هم توی یه زمان میان. دو فریم اینو یا چهار فریم پایینی رو جابجا میکنم، بالایی هم ببینم با اولی چقدر اختلاف داره. مثلا با اختلاف دو فریم اگه بیان شد بعد نباشه، یه بار با هم ببینیم. ای بدک نیست، ولی همونطور که شما دیدید میتونید از پیست اتریبیوت استفاده بکنید برای اینکه تمام این خصوصیت ها رو از یک کلیپ کپی بکنید روی چندین و چند کلیپ دیگه پیست بکنید.